سلام، چطوری دست من هوتن. امروز میخوام در مورد قسمت سوم سریال آنها صحبت کنم به اسم هورلا هورلا. یه فیلم ترسناکی که توش یک المان ایرانی هست به نظرم خودش یه موفقیته، ولی متاسفانه از قسمت‌های قبلش خیلی بدتره. ترس کمتری توش هست و داستانش هم خیلی ضعیف‌تره و خیلی کارو بد می‌کنه در نهایت. ولی همچنان من به نظرم سریالی که ارزش دیدن داره، با اینکه تایمش خیلی زیاده، نزدیک 50 دقیقه است، خیلی برای این داستان مخصوصا تو قسمت سومش اذیت کننده است. قشنگ وسط فیلم خسته می‌شدم، ولی خودم خب عاشق فیلم‌های ترسناکم و دوست دارم بازم ازش ببینم. حالا بریم بیشتر در موردش صحبت کنم. خب داستانش در مورد یه پسریه که ظاهراً داره یه مستندی میسازه برای پایان‌نامه دانشگاهش. حالا در حین ساخت این مستندش درگیر اتفاقاتی میشه که با خودشونو به شهر میاره. داستان از جایی شروع میشه که ما متوجه یک مراسم مخوف میشیم، مراسمی که من دیدم ویدیوهاشو، عموماً توی جنوب ایران هست و حتی یکی از فامیلای ما خودش رفته توی این مراسم، ما توی بندرعباس. مراسمی که رو خودشون یه پارچه میندازن، یا من اصلا دیدم پارچه هم ندارن، فقط کلشون رو اینجور تکون میدن، یه دفعه چک میخونه در گوشش، میخواد جن بیاد بیرون، یه دفعه اینجور خلوچل میشه. کشورهای دیگه هم داره دقیقا مثل همینو، نمیدونم چرا، ولی جنوب ایران خیلی مثل این که به این مسائل اعتقاد دارن قدیمی ها. حالا چیزی که فامیل من تعریف میکرد این بود که دقیقا خودش باور نداشت، رفته بود اونجا ولی میگفت انقدر تحت تاثیر این آدما قرار گرفتم، یه دفعه مثلا داد میزنه، یه دفعه چک میخوابونه در گوشه بغلی، یه تبلی میزنن، یه آوایی میخونن، قشنگ یه فضای ترساک ایجاد میکنن دیگه برای خودشون، آدم باورش میشه. چیزی بود که فامیلا میگفت. حالا این ایده که بر من خیلی جذابه، ما پر از خرافات، اعتقادات، هر چی که شما اسمشو بذارید داریم، اقصا نقاط این مملکت، همشون هم خوراک داستان هورورن. یعنی هر روستا از ایران شما میری یه داستانی از قدیمی ها هست که مثلا نمیدونم شمشیر حضرت علی اومده اینجا رو زده، یه سنگ نصف شده. ایدهشو خیلی دوست دارم، ایدهش جذابه، خیلی تازه است. ولی در ادامه حالا این ایدهی که میخواد بهش بپردازه، یک درگیری که در یک جایی براش ایجاد میکنه و حالا میخوام ببینیم چجوری حلش میخواد بکنه، اون حله دیگه خیلی جذاب نیست و خیلی کلیشه‌ای میشه و دوباره میره به سمت همون هالیوودی که میدونه خودش همه ما منتظریم که اونجوری فیلم بسازه. وقتی برای اولین بار متوجه این اتفاق میشه که یه نفری تو خونه هست و داره یه کارایی میکنه، اینکه این دوربین داره یک سری تصویر رو از شما میگیره که وقتی شما میخوابی اتفاقات رخ میده. خب چیزی که اول آدم فکر میکنه و خودش هم نشون میده اینکه یه نفر دیگه، حالا باته جن دیگه، مثلا ظاهر میشه تو خونتون، داره تو خونتون راه میره، غذا میخوره، ولی اینکه متوجه میشیم نه این نیست، خودشه. فقط مشکلش اینه که داستان داره در یه تایم خیلی کوتاه اتفاق میفته و مگه آدم چقدر میخوابه؟ تو طول روز هم یه آدم میخوابه، برای چی مثلا؟ این ایناش اذیت کننده است. شاید مثلا اگه روزهای مختلف بود آدم متوجه میشد شب میشه، روز میشه، هی این باید بخواب آدم دیگه، دیگه هی زوری نمیخوابی که. اینکه جن درون خودته و بدن خودتو میگیره و میره کار عجیب غریب میکنه، این جالبه، تا اینکه یه نفر دیگه بیاد و به تو مثلا حمله کنه یا کاری کنه. کلا متوجه اون دختره نمیشم تو فیلم که اصلا کیه، چی کار است، چی کار میکنه، اصلا بوده نبودش هیچ فرق نمیکنه، فقط یه کلایی میذاره، اون سویشرتی که پوشیده به نظرم اونجاش یه لایک داره، چون حد اکثر تلاشش میکنه که حجاب استفاده نکنه و در واقع اون کلایی که خب قانع کننده است دیگه، مثلا سردشه. تا اینکه مثلا تو خونه میخوای بخوابی رو تختت، بعد روسری داری. داشتم فکر میکردم خب این دختره رو میتونه بکشه، این جنی که درونش هست وقتی میخوابه بلند میشه، و یه صحنه خیلی ترسناکی میشد که اینو برد ته فیلم و پایان بندیش کرد. به نظرم ضعفش دقیقا همینجا بود، این ایده جالب که یه نفر درون شماست و بدن شما رو تصویر کرده و حالا میخواد صدمه بزنه. خب این صدمه عملا پوچه، صدمه دیده نمیشه، تنها راه نجاتش که اون آدمای جنوب بودن که میخواد بیاد اونا رو میکشه، که اونا هم نمیبینیم چجوری میکشه و فقط میفهمه که یه گوشه حیات مثلا افتادن. وقتی متوجه میشه که راه نجاتت به وسیله خودت، یعنی این جنی که درونت هست، کشته شده، این باید دیگه اوج فیلم باشه، ولی هیچی نیست. یه پرده رو میزنه کنار که من کشتم اینا رو، وای دیگه این همیشه در بدن من هست. شروع فیلم 10 دقیقه
اینکه متوجه بشی پایان چه اتفاقی افتاده، 5 دقیقه و بقیه فیلم میره سر کشمکش این آدم با این جن خودش. تایم زیادی که چیزای مختلف نشون میده، مثلا ضبط میکنه صحبت خودش رو که به من یه چیزی نشون بده، تو کی هستی، از کجا میای، یا مثلا این صحنه ای که نشون میده داره آشغال میخوره، مثلا زباله رو کچ کرده داره میخوره، مثلا این چه کمکی به داستان میکنه. رفتن به بیمارستانش هم عملا از داستان دور میشی، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته اگه بیمارستان رفتنشو حذف کنی. به نظرم نقش اولش که نوید لایقی مقدمه بد بازی نمیکنه، مخصوصا جایی که میخنده خیلی عجیب غریب میخنده، جالبه. ولی خب داستان انقدر اذیت کننده است وسطاش که آدم میخواد بیخیال فیلم شه. در نهایت به نظرم بین این ستا قطعا بدترینش بود. منتظرم که چهارمیش بیاد و ببینیم اون چیه. من از 10 به این راحت 3 میدم، به خاطر استفاده از المان‌های ایرانی که خیلی خیلی جذابه برای من و دوست دارم بیشتر از اینا ببینم، چیزی که اصلا وجود نداره تو سینمای ایران، کسی هم دنبالش نمیره. حالا یه فیلمی ساخته شده میخواد یه کارایی بکنه. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید، حتما نظرتون رو بنویسید. خدافظ.